در آستانه روز 21 تیر ماه، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات و دستگاه‌های امنیتی درباره حجاب از دست‌های پشت پرده ترویج بی‌حجابی سخن گفت. برای جزئیات بیشتر و مرور شبکه‌های اجتماعی، روزیتا ایران دوست در بخش دیگری از استودیو همراه ماست. محسنی اژه‌ای دوشنبه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه از کشف حجاب در دوره رضاشاه و نیاز به کار اطلاعاتی سخن گفت. در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات بر اساس قانون اشاره کرد. حتما ما باید در چارچوب قانون، یعنی ضابط در چارچوب قانون، قاضی در چارچوب قانون، کارهای هیجانی نمیخوایم انجام بدیم یا کار زودگذر نمیخوایم انجام بدیم، یک کارهای کاملا متقن، توأم با قانون، توأم با آرامش، توأم با تدبیر انجام بشه. اگر هم یک جایی هر کدومون اشتباهی کردیم، ابایی نداشته باشیم که از اشتباه خودمون برگردیم. این صحبت ها با واکنش کاربران فضای مجازی روبرو شده. کاربری توییت کرده: صحبت از دست های پشت پرده یعنی پارانویا دیکتاتوری. در بخشی هم نوشته: واقعیت سیاست های 40 ساله سرکوب نظام ایدئولوژیکه. از دستگیری ها گفتیم. مونا بختیاری، خواهر پویا بختیاری، از جانباختگان آبان 98 همراه با انتشار ویدیویی از بازداشت ناهید شیرپیشه، مادرش خبر داده. ببینید این وضعیت خونه ما، به من زنگ زدن گفتن که درتو رو شکوندن مادرتو بردن. اومدم خونه با این وضعیت روبرو شدم، میبینم در رو شکستن. یه زن تنها که توی خونه بوده برداشتن بردنش، همه جارم به هم ریختن. یعنی واقعا این انصافه؟ بعد از اینکه برادر من ازم گرفتن، پدرم مدت هاست تو زندانه، مادرم رو باید بیان ببرم، من بیان با این صحنه تو خونه روبروشم. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی، با اشاره به دستگیری‌های اخیر توییت کرده: نظام اسلامی صدای انقلاب رو شنیده و میدونه رهبران مدنی و معنوی انقلاب پیش رو از جنس چه کسانی خواهند بود. از دیگر افرادی که بازداشت شدن: سعید نامبر، برادر وحید نامبر، از کشته شدگان آبان 98. دستگیری‌های گسترده و فشارهای اجتماعی بر مسئله حجاب در آستانه 21 تیر ماه شدت گرفته. تعداد ویدیوهای زنانی که به نشانه اعتراض به حجاب اجباری روسری از سر برداشتن هم در حال افزایشه. کاربری با توییت بنر تجمع عفاف و حجاب در استادیوم آزادی نوشته: کاش به جای این کارها یک رفراندوم برگزار می‌شد که چند درصد مردم موافق حجاب اجباری و چند درصد موافق آزاد بودن پوشش هستند.